برای من نیست؟ از یک ماه پیش کارتا رو خریدم. مگه نمیدونی نمیشه شب جامبیه؟ آبا جان جامبیه شب ایده ماست. با هم میدی؟ تزین از میکنم. از چرا این آقا بدون کارکرام؟ این آقا ولی الله خان تاجر معروف از یک هفته پیش میزش رزرو شده. بابا آخی جامبیه مال مستم مال ولی ملی الله خان. به من مربوط نیست آقا جان. من از اینجا نمیرم تا تکلیفم روشن بشه. لابد این بدبختم مثل من آرمانی. بابا جان خوب نیست. از دو ملازه برادیم چه دیر منو مرتبه کردن این وقتم بیرون. برادی که پیش روغنه جنگه رو بین بزن بیرون منو می بزن بیرون. چرا رفته بودی اونجا؟ منم خدمت شما خانه نیست این مشکل آن بسته با من یا خیلی خیلی خانم روزا چرا لباساتو در میاری؟ من نمی‌بینی مردم دارن چی کار میکنن؟ چی کار کنم؟ نمیتونم که خودمو برای مردم بپوشم. من باید برم خونم قرار دارم. با کی قرار داری آخه؟ آیه احمقی پولدار. شب جانبی از خدا میدونه تو خودش چه خبره؟ سیروز برای جالی خوب نیست
هستم پاپا. آخه اصل کاری هنوز نیومده. هنگام تو چطوری؟ اونی که میخوام هنوز نیومده پاپا. میبینی عزیزم بچهای من به یکی دو تا قاره نیست. تازه به پاپاشون رفتن. عزیزم این حرفو نزن. من دیگه بعد از اون سفه که طلاق دادم غلط میخورم غیر از تو بذاره دیگه نگاه میکنم. برو برو قد و قامتت برم. من خدمتون باشه همین الان به اطلاعاتشون میرسونم. حسیدم برم ببینم مباشرم چی بگه الان برمیگرم. آه اینجا چرا بیکار بشتی بازم من برست محلو برمیگرم. چیه رشید؟ باب اولا مشروبات تلفن زدم یه کامیون دیگه بیارم. بعدش هم تلفن شما رو میخواد. همونه؟ نه خیر اون یکیه. راست میگی؟ آره جونی شما. برو جا بشت موازه زنم باش. بوده سلام روزی جون. الهی که قربون اون خد و بانات برم. اخ نکن بده بیا مخ فدای اون اخ بده بشم جونم. آخه حسلم سر رفت. تا کی باید منتظر آقا بشینم؟ به خاطر تو از صبح ساعت 8 رفتم سلمونی، 8 بعد از ظهر اومدم خونه. خودت که میدونی شب ژانویه سلمونی چه محشریه. قصه نخور مامانی، عوضش تا صبح اینقدر ویسکی میخوریم تا تمام خستگی از تنت بره بیرون. پس چرا گوره مرگت پا نمیشی بیایی؟ اجازه بده یکی دو ساعت دیگه سال نو بشه، مهمونا که شنگور شدن جیم میشن فورا میام بوله. آره قربونه دو تا سال تعویض بشه. من دیگه نمیتونم صبر کنم. الان پا میشم میام خونه. نه روزی جون این کارو نکنی ها. اون وقت بزنم بگم تو کی هستی. چه میدونم؟ منو خانم یکی از دوستات معرفی کن. کدوم دوستان؟ دوستای من همشون لش و بیارن، زن ندارن. نجیبشون من بودم که زن گرفت. درسته؟ آره. آره جونه تو خیلی نجیبی. من اینا سرم نمیشه. ایدیمم حاضر کن الان میام. چی؟ لباسم؟ مینی جون قرمز است. خیلی خوب. یه لباس بلند میپوشم که آبروی آقا نره. یادته که چی ازت خواستم؟ آره عزیزم، گردن بند برلیان الان تو جیبم حاضره. اگه خونه بمونی میام بهت میدم، بعدشم تا صبح بیریم لالا. خب جونه؟ یه میام. روزا ای دادی بیداد الان پا میشی بیاد اینجا؟ نمیاد ارباب، حتما شوخی کردی. میادش من تو اخلاقش نمیدونی. ای وای که اگه بیاد اینجا و خانمم چیزی بفهمه پوست همه غلفتی در میاره. ناراحت نباشین ارباب، اگه اومد من نمیذارم آب از آب تو بخوری. چیکار میتونی بکنی جز اینکه بگی روزا زن منه؟ ها؟ زن من؟ یادی چقدرم خوب میشه زن من؟ آره چه مانه ای داره؟ خانم که میدون تو یه سر با زنت قهری. بگو با یه خانم تازه عروسی کردم. من حرفی ندارم. پس چی میگم؟ اما چجوری؟ اون یه سر و گردن از من گنده تره. این فیل و فکر نجی میشه. چاره ای نداریم، آبرون در خطره ها. بده تفکل بیرون نایمده من موضوع رو میشه. پاپا اجازه میده من یه تلفن بکنم؟ یه خورده صبر و سیروس مال من واجبه. پدر مال منم واجبه. شما یه کمی صبر. میگم مال من واجب تره. پدر مال من خیلی واجب تره. مال من الان منتظره. مال من از دیروز سال مال من چند سال منتظره. پاپا دیگه از شما قویه. پسر خجالت بکش، این حق منه. هر چی باشه من پدرتم. اینم مادرت. البته جای مادرشم، مگه چی شده؟ هیچی، یه کمی مشروب زیادی خورده، منو با تو عوضی میگیره. هرچی میگم پسر من پدرت هست، میگه نه الا و للا تو مادرم. یه بریم مهمونه های سراغ تو رو از من میگیرم. میزنم هم چی میگرد؟ آقای مباشر، مشروب ببرنم. خیلی خوب، ببر بذار تو آشپز خونه. کسی نیست کمک کنه، خودم هزار تا کار دارم. لا اله الا الله. الو چند تا صندوق آوردی؟ رو هم 50 تا 30 تا صندوق آبجو 20 تا ویسکی و کنیاک. ببینم اینا کجا میخواد خالی بشه. ها پسر شب ژانویه است، دو تا کامیون دیگه بیاری تا صبح همش خالی میشه. راست میگه، هزار تا آدم بیچاره امشب تا صبح گوش نمیخوابن. چی به چی؟ سلام علیکم. حسن حضور واسه خونه بالای ارباب بیل کردی اومدی شهر؟ آخه حال زنم خیلی بد شده، اومدم یه کارت از ارباب بگیرم بخوابنمش بیمارستان. آقا امشب وقت سرخاروندن نداره، تازه اگه بفهمه خونه رو ول کردی اومدی شهر خیلی عصبانی میشه. زنم تو خونه است، در اتاقام همش قفله.
خیلی خوب، فعلا صندوقا رو یکی یکی بردی بیا تو آشپزخونه تا یه فکری واسط بکنم. چشم. اما مواظب باش ارباب تو رو نبینه، ولی کارت خیته. چش چش. ببینم شام خوردی؟ بله دیشب خوردم. خیلی خوب، شامت هم میدم. زودتر بردی بیا. چش. چند تا صندوق تا صبح ببری تموم نمیشه. ازش تو این بس بدنت گرم میشه. تموم که شد دایت از خواب بیدار کن. فهمیده؟ بیچاره. زهرمار بابا. ماتم نبوده خوشکم زده بیا برا چاشی بوشت با میشه برا حسن اینجا چیکار میکنی؟ سلام آقای سیروس خان دارم کمک میکنم چرا خونه یه بارا رزل کردی اومدی اینجا؟ میدونی اگه پاپا مفهمه چیکارت میکنه؟ آخه زنم مریضه اومدم پاپاتون یه کارت بگیرم که برکی بخوابونمش بیمارستان تو هنوز دست از مسخره بازی بر نداشتی؟ سال قبل یادت برای چی از اینجا بیرونت کردیم؟ بله یادمه آخه وقتی اون دختری بیچاره خودشو کش نتونستم جلوی دهن بیست آب شده اون بگیرم فضولی کردم اون به پاپاتون گفتم مال همین است که بهم میگن حسن فضول آقا بحثه بی منو ببخشیده خیر حالا برو کاراتو بکن تا سفارشتو به پاپام بکنم اما به شرطی که جلوی دهنتو بگیری چشم آقا یورو دادش جم زود باش میخوام تلفن کنم دو دقیقه ایزه بده الان الو مینو خودتی تا چرا پا نمیشی بیای سیروس نمیتونم به خدا اگه میشد میومدم میدونی اگه پاپا و مامانم بفهمن چی میشه هیچ طوری نمیشه چطور خودشون شب ژانویه از خونه رفتن بیرون اما تو باید تو خونه بمونی اونا هیچ وقت منو اینجور جه ها نمیبرن میگن محیطش خوب نیست آره این بهانه ها رو واسه میارن که تو رو تو خونه زندونی کنه این دو دقیقه تموم نشه یه دقیقه دیگه آره که خودشون آزادانه برن دنبال کیف خودشون من نمیدونم یا باید پاشی بیا یا قولی رو که دادم زیرش میزنم پسر و ناغ بگیری این دو دقیقه هنوز تموم نشده پاپا جون یه دقیقه دیگه ای خرافه بشی بزن من این مال تو رو ببینم اون وقتی میزنم چی دکو دردتو اما اگه بیا یا قول میدم همین امشب به پاپام بگم که میخوام با تو عروسی کنم سیروس قول میدی؟ آره حتی تاریخ عروسیمونم همین امشب معلوم میکنم سیروس چقدر خوشحالم کردی پس اگه مطمئن شدی زود پاشو بیا خیلی خب همین الان میام اما فقط نیم ساعت باشه خیلی متشکرم ببین آدرس درست میگم عباس آباد نه روزولت روبروی پمپ بنزین درسته پس زودتر بیا منتظرم میرسم ببینم آه بابا چه قلوسی یه ساعت منتظر تلفن به ور فریده من دو ساعت تو نوبت خوابیدم برو این همه وقت به دختره چی رو گفتی باش حرف میزدی یا داشتی میخوردی معذرت میخوام پاپا خصوصیه تقصیر نداری به سنی رسیدی که داری دست من حرفاش میبندی هلو هلو چرا اینجا وایسادی دیگه برو چه مانی داری برو به اون رو لیم دراز حرف محرمانه دارم هلو روزی جانم من کلفتشونم با بنده فرمایشی داری بابا تو کاری ندارم بلا گرفته برو گم شو روزا خانمو بگو بیا آره یالا آمیرزا رو بگو بیا آره جانم آمیرزا میرزا رو میگم من کری اصلا نمیخوام صداش بزنی کی میخوای این تلفن رو بل کنی آمیرزا دیگه کیه آمیرزا قشنگ شمو میگن از دوستان جونجونیه نمیدونی چه مرد خوبیه خیلی دوستش دارم بس چه عجب پاپا جون دست تو با این تلفن چیکار داری پس قلی من میخوام با دوست پسرم صحبت کنم رضا رو منم میخوام با دوست ننم حرف بزنم آمیرزا رو میگم آخه دختر بی خیر و برکت عوض این پسرای گردن کرد چند تا دختر ترگور برگور دعوت تو بده این همه دختر اینجا هنوز سیر نشده بیا بریم دیگه نه فهمیدم اون کدوم یکیشونه آهای وایسا وایسا هم تو داره میره به تو میگم وایسا زبون نداری بگی کی هستی با تو هم میگم کی هستی بسم ایلالی به تو میگم کی هستی مستر بازی نرو بردی جازن کلو وایسا ببینم کی هستی تو آره توی
خورت من در میاد. دیگر این بیتره باید کنگا بیا جو عزیزم بگه من پایت تو عزیزم خدای خودمو به تو سپردم بفرمی خیلی باشد ممکنه خودتون معرفی کنید؟ بله با کمال تأسف باید خدمتتون عرض کنم که ایشون شوهر بنده هستن با کمال خوشبختی باید عرض کنم ایشون عیال بنده است اما تو رو خدا مواظب باشی زنم نفهمه تو چرا تا حالا به من نگفتی بودی دو مرتبه ازدواج کردی؟ لابد جرأتشو نداشته حق دارید خانم از ترس قانون حمایت خانواده صداشو در نیاوردم به هر حال خیلی خوشبختم خواهش میکنم خانم آقا عیال بنده به به خانم آقای مباشر سلام این آقلا عجب سلیقه خوبی داری یا خوب کردی خانمت آوردی اینجا ببرش ازش پذیرایی کن متشکرم آقا اما تو رو به خدا بزنم چیزی نگیم بسی آقا بفرمایید بفرمایید خانم قشنگ ها تو میدونی که آقای ما باشه دو مرتبه زن گرفت آره فقط من میدونستم بیچاره از ترسش قسم داده بود حتی به تو هم نگم بریم عزیزم بریم خود رو شکلت برم بریم برسیم اوه رضا جون خیلی لیسی پشو بیا اینجا پشو بیا دیگه من میخواد بیام اما نمیتونم آخه به دوستم آلبرت دیشب قول دادم امشب حتما باید برم خونه اونا آلبرت کیه؟ حالا دیگه دوست ارمنیتو به من ترجیح میدی؟ آخه هر سال شب ژانویه میرم خونش امشب عید اوناست غلط کرده عید اونا ژانویه مال ما مال همه است پشو بیا اینجا ببین جشن ژانویه خونه ما مفصل تره به خونه دوستت آلبرت خیلی خوب میام اما یه رو بیشتر نمیمونم نه خیلی یا باید تا صبح اینجا بمونی یا منم با خودت ببری خونه آلبرت آلبرت بفرمی اوه سلام رضا جون حالا چطوره؟ کی میخوای بیای؟ زود میام مگه مهمونات اومدن؟ تا نیم ساعت دیگه همه از کلیسا برمیگردن آخه همچی شبی باید واسه فقیر بیچاره پول جمع کرد باشه منم تا اون وقت میام اما امسال تنها نیستم آه. میدونی که کیو میگم آها خیلی خوب باشه بیارش صد نفر رو بیار میدونی که در خونه ما بروی همه بازه آها میدونم چی میگی خیلی خوب بیاره دلش بذار منم باش حرف بزنم خیلی خوب نمیذارم بفهمی باف میشه بده بمن منتظرم بیایی سلام چه عجب شما هر سال زودتر میمدیم خونه ما معذرت میخوام حسمی که میدونی چیه آخه چی بگم آه نمیخواد چیزی بگی من خودم همه چیزو میدونم حسمی حسمی آنده حسمی حسمی جون تو کلیسا جات خیلی خالی بود اگه بدونی چقدر بهمون خوش گذر همه چیز درست شده چی شده خواهر هیچی ماری جون میبینی همه چیز حاضره فقط درخت و کاج مونده که پیدا نکرد مهم من اومدم حسمیک جای تو و آلبرت خالی امشب کلیسا گوغایی بود همه برای فقرا پول دادن حتی همسایه دیفال به دیفال کلیسا که یه مسلمان بود 5000 تومان برای کمک به فقیر بیچارهای ما پول داد یه گلاس بریز به سلامتیش بخورم دو تا بریز که منم به سلامتیش بخورم کسی نفهمیدی روبیک بالاخره کاش پیدا کرده نه هنوز که پیدا نکرده خودم هم هرچی گشتم درخت کاش پیدا نکردم شما چی پیدا؟ مسلمان های بی انصاف هرچی کاش بوده خریدن و بودن منم مجبور شدم عوض کاش یه دونه چنار بخونم پیدا کردم بالاخره کاش پیدا کردم چجوری یه دوست مسلمون دارم ازش قرض گرفتم پس تقلیب درخت چناری که من خریدم چی میشه؟ باز مستر تو اسمشو بپرس گفت اسم مینوه تو این جون بکن زودتر بگو خب
بندر تحویل بگیریم. اون طرف کم آوازه باش خانم نیاد. عزیز دلم. دلم کن اینجا نه. نمیخوام اینجا بمونم. باید از اونجا بریم. شش میریم. فعلا عزیز دلم. تا کس نمیدی ایدی ما بده. اول باید بزرگترها ایدی بدم. یادتی چی ازت خواستم؟ آره. جون تو میدم. اینه هاش تو بغلمه. یا من. وای بابا بده یه بوست بده وای وای برو برو شون داره برو که تو بیشتر داره ای رای قربونت برم جان عزیزم غلط کردم خواهش میکنم با ما آشتی کن با ما آشتی کن خواهش میکنم آخه بچه پر رو کسی که زن به این خوشگلی داره میره دنبال چشم گرونی احمق نفهمیدم دیگه غلط کردم به کسی نگاه نمی کنم باهاش غر کرده هر کاشتی نمی کنه برو تو عزیزم بیا به پاپا و مامانم معرفیت کنم پاپا سریعم چطوره؟ عالیه داری پاتو جای پای بابات میذاری سلام کوچولوی خوشگل سلام 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 خانه سلام سلام ببرش ازش پذیرایی کن تا من بیا بودو تو هم یالا خانومتو بر پای بار کاری کن که باید آشتی کنه قباحت داره با این سن و سن اما آقا کسی با یه افزار خوشگلی غر بکنه باش برام سرش کنن اون که آدم نیست برو دیگه آشی شوخت و جانی نخوشی مباشری بیچاره تقصیری نداره تازه عروس و یک دنیا ناز خودت هم پارسال همین طوری بودی الهی که من پیشمرگت بشم نفهمیدم این کدوم یکیشونه بلش کن ریختشو ببین خودت هم اگه بری تو برف و وایستی همین ریخت میشی دونی یادیم بگه بخور من تا حالا مشروب نخورم این که مشروب نیست یه شراب ساده است میترسم دهنم بو بگیره وقتی با یه آدامس بوش از بین میره احساسه تو در مادرت هم امشب تو گلوشون مشروب خوردن گلو بگیر بگی بخور بخور پس هم یه گلاسو بیشتر نمیخورم مزدشو که چشیدی قول میدم سراغ دومی و سومیشم بگیری اگه پدرت به فهم مشروب خوردم از من بدش نمیاد اتفاقا خیلی هم خوشحال میشه پاپا هم عروس فناتیک دوست نداره پدرم داره نگاهش میکنه بیا این یکی دیگرم به سلامتی پاپا هم بخور آخه زیادی میشه ایفه یالا بخور پاپا هم بدش میاد یالا بخور بعد آدم گیلاسشو نصفه بذاره زمین یا نه بقیهشو بخور پاپام داره نگات میکنه پسر لنگاور ببین چه تیکه های به تور میذاره عزیزم بی بری برخت حالشو ندارم پس اجازه بده من برم برخت نمیخوام برختی همینجا وایسا از جاتم تکون نخور چشم عزیزم برو جای چی تو زور داری به در نگاه بکنی؟ چند دفعه بگم منتظری ریزان پاپا آمیرزای شما چه طور شد اومدی آره؟ این فضولی به تو نایمده میبینی عزیزم دخترم فکر منه آه رزا اومد سلام چشمم سفید شد تا اومدی بیا معرفیت کنم این پاپا اینم زده پاپا خوشبختم سلام خیلی خوشبختم بفرمی یه بدیم معذرت زهر ما رو معذرت بخوام ببین چجوری این گردن کلفتو بغل میکنه انگار نه انگار که من احمق باباشم ببین چه جوری دخترمو داره بیچلونه ارباب اجازه بفرمایید چیکار داری حسن زنش مریض شده امشب اومده اینجا اومده اینجا غلط کرده اومده اینجا کی به این مرد که اجازه داد بیاد توی خونه آخه میگه زنم خیلی مریضه جهنم بمیره چرا خونه شمرونه ور کرده اومده اینجا زنش واجب تر یا خونه زندگی من اگه الان دوز بره خونه رو خالی بکنه چه خاکی به سرم بیاد کی شده ارباب حسن از شمرون اومده اینجا الان توی خونه است پیداش کن بیاریش که تو حقش گرفته شه اینجاست کجاست بهتر باش بس خونه است غلط کردی بیا بریم ببینم کاش بس خونه چیکار می‌کنی بابا بیچاره رو گناه داره ولش کن تو اینو نمی‌شناسی من خوب می‌شناسمش آقای فیروز خان شاخاتون در انده اونبالی من میگردم به من چه؟ حالا برو بیرون تا بعد هر باقا چیه؟ از پنجره فرار کرده اومده تو سالو کو کجاست؟ اونا هاش دمه بار بایی شدی بایی موشک برو بیاری چیچه داغش کپ دست شده میاگم دکتن ببرشی بایی که ببینم بایی که
جان من کجا هم؟ بیا ارباب کاریت داره ولم کن اگه با هم کار داره بگو خودش بیاد اینجا خفه شو دهنتو بشور اسم ارباب بیاد به تو گفتم ارباب تو دیگه چی هستی نیم به جبی من مباشر و پیشکار آقا و همه کاره اینجا هستم منم قبلا جای تو اینجا مباشر آقا و پیشکار و همه کاره بودم منتها زنم همیشه مال خودم بود خفه شو من خود خودمی اما شنیدم ارباب یه سهمی دارن به من دهنه بی صاف شد اتاو الان عربامو میارم اینجا با میدارم از اون خونه بالا هم بیرونش بکنه بلم کن بلم کن مردی بلم کن بچه بلم بلم کن 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 خدای باز شوهرم من ول کرد و جیم شد بزه بره بگرده زهره جون شوهری با این سن سال که دیگه به پا نمیخواد فقط ناشی هستی مرد به این سن سال که میرسن تازه بیشتر چشم دلشون میدوه اون بدش کرده برم ببینم شوهر من کجا رفته گردن کلوم منو باش کن باش کن داره دستم عبیق کنده میشه میخوشم ایت خواهد شو قد سرسده نکن گفتم منو باش کن با خدا دارم قد میکشم بجا قدم بلند بشه پدرتو در میارم بیچارت میکنم گفتم خفه شو میکشم ایت خفشو قیمه قرمت میکنم بولم شانزه بوم این دازم ازم تو غلط میکنی خیلی خوب حالا اگه فکر پاپام نبودم نمیذاشتم با یه همچین دختر خوشگلی عروسی کنی آره بازی دختر قشنگ دیدی و مسجل معلق اومدی بالای سره بابا این مال پسر رو به من مربوط دیست ببین چند دفعه بهت گفتم از پیش من جون نخور چشم ما میخوایم با هم عروسی کنیم سیروس مگه به پاپا و زن پاپات نگوشتی ببینی پسرم اینجوری دخترها رو به طور میزنه فقط منم که مرد ازدواجم قربونت برم توجه کنید لطفا توجه کنید توجه حالا مسابقه یه رقص ما شروع میشه هر کسی برنده شد از طرف جناب آقای ظریف 12 بوتل شامپاین جایزه میگیره اول از رقص معروف ملی خودمون بابا کرم شروع میکنیم ارکستر خواهش میکنم وسط سالن خلوت کنید داوطلب اول بیاد جلو
الان خبه میشه خود یه بیه ایتا واقعا شیاب در مبا میکردی خیلی میش دارم یخ میشنم برن. ببین اینجا اتاق کار منه، هیچ کس حق نداره پاشه اینجا بزنی دنج دنج. یالا این شب هدیه زود ماچه بده که من دارم دیوونه میشم. دست به من نزن، یه دفعه گفتم اول ایدیمو بده بعد. چطور شد؟ عزیزم تو به من اعتماد داری؟ الان بیرم وسط میارم. بیا تو میگه، بیا تو میگه، تو میگه کسی نیست، بیا تو دیگه بیا. ممکنه پدرت باشه. اوه میگم جون تو کسی نیست، چرا اینقدر دست دست میکنی جون؟ بیا تو دیگه، بیا تو دیگه. بابا ای با به آمیزای من چیکار داری برده که رو رضا تو ببرم؟ آره جون خودت خیلی اتاق دنجی. زلیل شده رو صد دفعه بهش گفتم وقتی من کمیسیون دارم توی اتاق نیا. آها عزیزم الان میام عیدی دو سر زن دارم بریم عزیزم. وای وای میرم. چی هستی تو؟ به تو میگم وایسا. ببینم گردن کلو اینجا چی کار میکنی؟ خود شما اینجا چی کار میکنی؟ به تو چه احمق بودو؟ چرا خونه شمرونو بل کردی اومد اینجا؟ آخه آقا زنم مریضه. جهنم چه مریضه، من دکترم. زود بشو برو گمشه اجی بیرون. خیلی خوب، من حالا خانمو صدا میزنم بیا اینجا. صبر کن حسن، چی کار میخوای بکنی؟ میخوام بگم خانوم یه نیمه دست بگیر دست بگیر. من هم شوخی کردم هر با دیگه. خب پس برو بیرون وایستو مواظب خانوم باشه، نیاد اینجا تا پولت بدم زنت بری بیوارد. دست شما درد نکنه، من بیرون مواظبم، شما هم خیلی کمسی رو تشکیلش بده. بد جنس ناخدا. بیا عزیزم خوشت بیا، میپسندی عزیزم؟ اوه جون عزیزم، الهی که من فدات بشم. Thank you.
شادی خورده. برم دکتر خبر بکنم. نه لازم نیست، مشروب زیاد خورده. یه خورده استراحت کنه. حالا چی نشه کنی؟ وقت بعدی رو شروع بکنی. موزیک. حسن، حسن، کمک کن بیارش تو اتاق من. اتاق شما؟ آره، آره. چش. بفرمایید آبلیمو آوردم. بفرمایید. مرسی حسن. حسن، برو یه کمی تو آشپزخونه از اون ماسته که تو خیکه یه خورده دوغ درست کن ورده بیا. بودو بینم. بهتره. زودتر هوشش میاده. نه، دوغ بهتره. برو بیا. دوغ شما نامحرم شید. گناه داده. بایسته بریم. بله. آقا رو ندیدی؟ ولی آقای همچی شبایی زود گم میشن. شاید الان با یکی به من چه فضولی بکنم. تو از دفترم شنو میکنم. این گردن کلوفت ایس بوینی منو به چاربیز کشیده. آقا رو ندیدی؟ من فعلا ازرائیلو دارم جلوی چشمام ببینم که زنم کجا. باش برد مرس با این زنه. آخه چلو برای اینکه یه سر من بکتن تو بیدیم. خالی باز اقلا منو باز کنیم بریم پیداشون کنیم. بیه دنبال من تا تکلیف تو زنتو روشن کنم. بایی خدا جو با 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 حالا باقالی ها رو بیار و خلا رو بار کنو دستیم. اونه هاشش ای بچه بایسا حالا حساب تو میرسا. حالا موقع دعوایی من باید بفهمم شوهرم کجاست، تو هم باید بفهمی زنت کجاست. من میدونم جفتشون کجا کجا. اما با آقا نگونگا. نه تو اتاق زیری پلا. بایی خدای باز فضولی کردم. شنیدی آقای خوش خیره؟ گفتم شنیدی؟ بله. شوهر شما با زن من خوشقیرت خلوت کردن تو اتاق زیر پله ها. بیا دنبال من تا تکلیف همه تونو معلوم کنم. خودمو به خودش بردم. خود میکشم. خدای آقا باشه مورو بخیر کن. یالا برو تو. آقا چه جوری؟ چی شده زهره جان؟ دنبال چی میگردی؟ چیو میخوای عزیزم؟ هیچی. آقای مباشر داره دنبال خانومش میگرد. بله. آخه منم خواستم. اونو هاشه داره اونجی میرخصه. خلاحظه فرمودید خانوم. من بی غیرت نیستم. اگه همچین چیزی بود من خودمو میکشتم. عربا این حسن اسفهانی به خانم گفت که شما این اتاق هستید، اجازه بدیم برم بکشم. کارش نداشته باش، خودشم اومد به من خبر داد که خانم داری میاد. تو انشالله امشب به پومت گذشته که حسن بس دیگه بیا برو بیرون، خودم به هوشش میارم. چشم چشم. دیگه با هم فرمایش نداری؟ نه خیلی برو بیرون. آقا میتونم یه حرفی بزنم؟ مواظب باشی مثل سال گذشته شیطونه گولدون نزنه. یادونه اون دختر بیچاره تو همین اتاق چقدر گیریه کرد. این فوسری ها به تو نایمده. برو بیرون. چشم آقا. آقا پدرتون دارم میام، مواظب شیطونه باشی.
شده سیروز زیادی بهش دادی خورده؟ نه چیزی نیست پاپا، حالش خوب میشه. ای وای نگاه کن، برو از آشپزخونه یکم آبلی برو از سوخی که از اون ماسخوبا دو درست کن وردی بیار. بودو ببینم قربونت برم پاپا جون. پاپا شده جونم ها، دوغم بهش دادم خورده. بالاخره یه زهر ماری بیار تا من هوشش بیارم. بلند شو عزیزم، بلند شو دختر جونم، بلند شو قربونت برم. بوشو جونم پاپا چی شده آقای دکتر؟ ایچی اصلا به من چه هوشش بیارم؟ خودت به هوشش بیا. هی اصرار بکنه به من هوشش بیارم. از کی تا حالا شما دکتر شدین و من نمیدونستم؟ یالا بیرون. مگه نشیدی میگه برو بیرون؟ با تو هستم. با منی؟ آقای دکتر بعد از این شما هم بفرمایین بیرون. پس بیا بیرون تو هم. یالا دکتر بیشتر خودش هوش میاد. یالا بریم بیرون. معلوم هم شما دو تا پدر گفت چیتونه؟ یالا خانم بلنشی آبیونو بخوری تا حالتون چا بید. کلو خدا بخور 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 مینو خانم به هوش بیا. تو رو خدا بلند شو از این اتاق برمیرم. من میدونم این اتاق لعنتی چه جایی بدیه. میخوام بخوابم. والا اینجا خوب نیست بخوابی. خوابیدنت همونو بدبخ شدنت هم همون. میگه شما نیم ساعت نایمدی بری بلند شو برو. الان ممکنه پدر و مادرت برگشته باشن، اون وقت بعد شما اونجا نباشی. ها اینجا چی کار داری؟ هیچی، یه خورده آبجیمون دادم بهشون خورد شاید هوش بیام. به تو چه مربوطه؟ برو بیرون. ببخشین آقا، این دختر خانوم نامزد شماست یا اینکه از همون هاست؟ نه نامزنه و میخوام باش ازدواج کنم. لابد همین امشب میخوام باش عروسی بکنیم. بله به تو مربوط نیست، برو گم شو. والا خدا رو خوشش نمیاد این دختر بیچاره رو مثل اون پارسالی بدبختش بکنیم. آخه اونم بهش قول عروسی داده بودیم. به تو چه احمق بیشعور، مگه وکیل بس یه دخترهای مردم هم هستی؟ نه من فضولم، تا این دختر به خوش نیاد از اتاق نمیرم بیرون. تو غلط میکنی، نمیگی بیرون. حالا بیرون گم شو. دیوونه یه پر رو بهت میگم برو بیرون. بلند شو، بهت میگم برو گم شو. یالا بلند میشی یا نه؟ تا هوش نیاد از این اتاق نمیرم بیرون. نمیری بیرون؟ یالا بلند شو احمق پر رو. به دست رو هم بی‌اعتنایی میکنی؟ بکشم دیکه دی کس میکنم. بلند شو، بلند شو، گوهت گم کن احمق دیوانه. بکشم ات. حالا میری یا نه؟ از اینجا میری بیرون یا نه؟ نمیری؟ گفتم از اینجا برو بیرون. نمیری ها؟ بلند شو، بلند شو، برو بیرون. برو بیرون. اینجا از اینجا میری بیرون یا نه؟ نه و سفر مار دیوونه. حالا خوب شد؟ بسفه یا بازم کتک بذار. چرا خفه خون گرفتی؟ از اینجا میری بیرون یا نه؟ نه اگه بند از بندم جدا کنه تا هوش نیاد نمیرم بیرون. نمیذارم این دختر بیچاره رو مثل اون یکی بدبختش کنی. حتی نمیذارم یه قدم بهش نزدیک بشی. این آرزو رو باید به گور ببری. حیف که پسر اربابی و زور و پولت از من بیشتره، والا با یه مشت رو زمین پهنت میکرد. فهمیدی؟ با یه مشت. ای ناغلا خیلی بد جنسی، مثل این که میوند با پول بهتر از کتکه. خیلی خب من حرفی ندارم. بلند شو، بلند شو، این 200 تومنو بگیر و از این اتاق برو بیرون. بیا جونم 200 تومن پول نفت. 200 برای ما صرف نمی کنه. کمته؟ بیا اینم صرفه ای دیگه. کمه والا، برای خودم بیشتر تموم شده. دیگه شورشو در آوردی. اینم 200 تای دیگه بگیر و برو بیرون. چرا واسلی فکر میکنی؟ این همه کته چه؟ یه دختر به این خوشگلی فقط 500 تومن معاملمون نمیشه.
خلاصه 500 دیگه بده خیرشو ببینی. اینم 500 دیگه. برو برو بیرون. هزار تومن برای لکه‌دار کردن یه دختر بیچاره، صدها بوت کنیاک و ویسکی و هزارها تومن خرج عیاشی شب جانبیه. اما دو ماه زن من مریض و داره میمیره. هیچ کدوم از شما اربابا هیچ کدوم حتی یه دفعه نپرسید حالش چطوره. پول برای حکم و دواش داری؟ بیا آقای سیروس خان، من اهل معامله و حق و سکوت نیستم. اگه بودم الان تو خونه چی شده سیروس؟ میخواین چی شده باشه پاپا؟ ساعت دفعه گفتم این گوله بیشا خودم از این خونه بیرونش کن، گوش نکردی و آزادش گذاشتی؟ تو این که امشب با کمال وقاحت اومده رفته تو سر نامزد من، فهمیدین چی گفتم؟ رفته تو اتاق خواب بالای سر نامزد من. اگه یه دقیقه دیر رسیده بودم شیران افتضاحی بپا کرده بود که دیگه نمیتونستیم سرم رو تو اجتماع بلند کنیم. آبروی خانوادگیمون از بین میبرد. پدر بازم وایستدی داری نگاه میکنی؟ پدر یا جای من تهی کنست یا جای نوزر کسی؟ اول حقیقت رو بفهمی. این پسر دروغ میگه. این بیچاره هیچ وقت خیال بدی نسبت به من نداشت، بلکه این پسر وحشی شما بود که میخواست این کارو بکنه. پسر پست و بیشرم شما بود که به من قول ازدواج داد و با هزار وعده و چرب زبونی کلم زد و به اینجا کشوندم. و اگه اون مرد نبود، منم الان مثل صد و دختر بیچاره دیگه فدای بلحوثی های عزیز دردونه شما شده بودم. یامویه خودمونو با شنیدن این حرفای پوچ ضایع کنین. موزیک چرا خفه خون گرفتی؟ اوه مثل این که موقعشه که چراغا رو خاموش کنیم و هر کسی بغل دستی خودشو ببوسه. ارباب یه ساعتی دیگه مونده تا سال مهم نیست، یه ساعت دیگه بازم خاموش می‌کنی. چراغا خاموش. شب کن ببینم اپنی کجا میره. چرا اینقدر عجله میکنی؟ آقا آقا صبر کنین آقا. آقا من آقا نیستم، اسمم حسنه. اومدم ازتون تشکر کنم، شما من از بدنامی نجات دادی. من کاری نکردم، خدا شما رو نجات داد. بی انصاف شما رو خیلی کتک زدم. کتک خورم صفره، مخصوصا کتکر خوردم از اتاق نرفتم بیرون تا شما به هوش بیاد. اون چه خوبش و لیوان آبلیگو رو خالی کردم تو حلقه دو. اگه شما نبودین به سر من چی میومد؟ بذارین دستتون رو ببوسم. من امونزاده نیستم، فقط مواظب باشین دیگه گول نخورید. نمیدونستم، خیلی وقت بود تعقیبم میکرد و از این وعده ها به نمیداد. بالاخره هر دختری آرزو داره یه روزی ازدواج کنه و خوشبخت بشه. اینم این قول رو به من داده بود. این قول رو طالب 500 تا دختر بیشتر داده. سال پیش به یه دختر چشم و گوش بسته همین قول رو داده بود، بردش تو همه اتاق چزایی. اما حیف که دیر استم و کار از کار گذاشته بود. دختر بیچارم از ترس آبروش خودش کشت. وقتی موضوع رو به ارباب گفتم، عوضی که پدرش بیرون کنه من از خونه بیرون کرد. اما از ترس اینکه لوشون ندم یه خونه تو شمرون دارم، من سرایدار اونجا گذاشتم. این گردن کلفتی کیه که اینقدر با شرف میزنه؟ چه میدونم با حتما باش آشنا. شاید هم دختره دستونه، باید با اون حرفشو بزنی. بهتره تا پدر مادرتون برنگشتن سوار تاکسی بشینی برین خونه. منم با خط 11 میرم. خط 11؟ این وقت شب خط 11 کجاست؟ همینجاست الان روش سواره.
او تاکسی داره مسافرش پیاده میکنه. برین سوار بشین. خداحافظ شما. خداحافظ. خدا بریکرد. تاکسی کجا میری؟ میرم سرسبید نباب کوچه نشون. ببخشین خانم خستم، میخوام برم بخوابم. دیونه تاکسی هم نبازشون شده. بله بیپی چلوش زود باشته به جان. سلام عرض میکنم، ممکنه بفرمین بالا؟ بی نفس غمزه بیا بالا جونی. جون خودش شب جان بیا علاف علافی بیا بالا. بریم گمشید دست سرم برداریم. نه دیگه من بد اخلاقی نکن، بیا بریم بیا. نوازی نکنی من با زبون خوش بیه سوار شد بریم به عشقمون برسیم. به خدا مثل ریگ واسه تو خرد بریم کمشین بایلا داد میزنم. خب وقتی با زبون خوش رازی نشد چی کار باست بکنم؟ هیچی بورگل رو گم میکنم میرین سراغ ننه دو و سر خر بعد لعنت. این دیگه کیه ها؟ همون یکی باشه حرف میزن. لابد پول میخواد با باست بهش دار راشت هرام بهش میگم. بابا بیاییم بیشت بگی بگی ما بریم خوش باشیم. آره بگی بگی دیگه تو این برف و سرما فقط 20 کم نیم؟ کمه بیا این بیشت دیگه هم بگی که دلخور نشی. بگی دیگه شما چه خودتون واردین. شب عید هر جنسی نرخش میره بالا. خودشه پنجا بگیم دیگه آزادیم. نه چند جا؟ پنجا پنجا؟ به جون هر سفتون تو بمیری یه ساعت پیش هزار داد هر چرب تو صورتش. درسته؟ اینطور که معلومه باز ماشینم تحویل آقا بدیم و پیاده با این خانم بریم. خلاصه باز اون را بیای ورده به زیر میبنی میشه یه قاعدم بهت بمیدیم. خیلی خوب چون شما این صد چوب بدین و ورش داریم ببریندش. جهنم بابش بده. بیا جلو بگیر. هم یخ زده است نمیتونم بیام جلو. خودتون وردارین بیام. بیا بیا عجب آدم پرمدعایی. برو بابش بده. برو چهرش از سرمو چهرم. اینم شد اما نمیادا. قلبی نیست؟ کجاش قلبی؟ این راده دیگه نداری بگیری. انگار قلبی است. بیا جلو. بیا جلو نگاه کن. خب بیا جلو. اینجا هم بیمو کنیم. بیا جلو. خب نگاه کن. نگاه قلبی. نگاه کن بیا. خب نگاه کن. کمشی دنبال کار زندگی دنبال نه بخر و جهدن کنو جهدن کلفتایی بیچاره. چه خبره؟ ببین وقتی شب تو خونه پلو زنه بشه که بدبخت ها یکی شیشه نجسته بخوری کجا را میفته تو خیابونا؟ شب جانویه به شما چه مربوطه؟ تو یکی دیگه کجای بوزینه؟ بولنشو میمونی بدبخت. بولنشو یاله بلن گمشو دراز بیمزر. آخه برو چه به کارا؟ یا حالا برو گم شد. برو تو برو خونه ننه تا همونجا بخواب. الان راحت ازو میکنم. یا حالا برو خونه دون کجاست؟ نواب کوچه ای نشد. جمونم باید با ماشین خودم برسونم. نبود با همون خط 11. آره بریم جلوتا یه تاکسی پیدا میکنیم. کجا داریم میریم؟ نه این میریم خونه نهرمون. نه اتما خوریم به نهرمون. چون؟
معلومه چشم بی سب شد از کجاست، یالا خسارت ماشینه بده پشت فرمون نیست. برانشو ببین ننه چی میگه. یعنی محتابی با آلا دیگه واسم کرکوری ها میخونه. یالا بیا بیرون خسارت ماشینه بده. بی بیرون نگاه کن ببین چی کار کردی ناکست. نگاه کن و تو عقبت جریم جلو ماشین ما تازه خسارت هم میخوای. تو باید خسارت بدی. اگه ما سیارا اون شد میاد خسارت هم ازت میگیرم. بیا جنرش میمارم میزنی اینه با تو تمام گرد کل خون مارم جنب بچه نداری من بگم حکمت تو ناراحت نمیشی زنتون طور با شوهر من صورت به صورت میرفته؟ ای چرا البته، اما ارباب که نظر بدبدی ندارن. دیگه دیر شده، باید برم خونه آلبرت. تو برو تو ماشین بشین تا من یه کلکی جور کنم اون پیرو. میخوای تو نیا؟ میترسم که پدرم تو. پدرم اجازه میده. تازه مگه نمیدونی 18 سالم تمومه، اختیارم دست خودمه. پس چه وقت از اینجا میری؟ حالا دیگه کم کم موقعش. وقتی رقص تموم شد بیریم پیش زن من و تو خودتو بزن به مریضی و باش خداحافظی کن. بعدم با شوهر قلابی برو همون کاباره، منم مهمونا رو دست به سرشو میکنم و جیب میشم. رشید بهت تبریک میگم، تو به داشتن همچین خانومی باید افتخار کنی. چشم میکنی. همونطوری که من به داشتن این زن احساس غرور میکنم. رشید خانومت خیلی خوب رقصه ها. خدا میدونه چقدر پول رقص دادم تا یاد گیری. دیدی عزیزم چه خوب رقصی. آره تو هم خیلی گرم رقصیدی. آخ سرم، سرم یه کمی درد میکنه. خیلی خسته شدم. سر خدا نکنه عزیزم. میخوای واسه تو دکتر خبر کنم؟ نه منو زودتر برسون خونه. چشم قربونه قد و بالات برم. با اجازتون من زنمو میبرم خونه. اگه کاری داشتین بازم برمیگردم. نه دیگه نمیخواد برگردی، مهمونام دارن میرن. خانم تو بر استراحت کنه. خیلی متشکرم خانم. خدا خدا سلامت. هیچ قد و بالایی خیلی به خانم آقای مباشر گرم گرفته بودی. باز از این حرفا زدی. چند دفعه بگم تو دنیا هیچ کس به گرمی تو نیست عزیز دلم. قربونت برم. ارباب من با همه گرم میگیره، دختر، زن، پیر زن، جا افتاده، خاجه، خدا جنسش میشناسه. اصلا این میمونی رو بده یه تور بندازه ماهی بگیره. دیدی نمیشب تو خونش چقدر ماهی بود؟ اون وقت مردم بیچاره شب رو دنبال ماهی میگردن. پسرش سیروس هم دست کم از باباش نداره. خلاصه این پدر پسر نسلن در نسل آدم های نجیب و عفیف و با پدر مادری هستن. آخ که اگه شما اونجا نبودی چه اتفاقی برا من میفتد؟ چطور میتونستم تو روی پدر مادرم نگاه کنم؟ اونا هم نمیتونستم تو روی شما نگاه کنم، چون مقصر خودشون بودن. والا هیچ پدر مادر عاقلی دختر جوونشون تک و تنه نمیزن تو خونه و خودشون برن دنبال کیف و خوششون. چطور شد شما امشب اومدین اونجا؟ منم مدتی روماتیسم داره و خوب نمیشه. از اکابر چه برگشتم این کتاب هم مثل یه راست اومدم خونه ارباب بلکه کمکم بکنه. زنم به خوابانش بیمارستان. خودتو که دیدین چه کمکی شب عیدی بهم کردن. شب عید خودمون نوروز رو میگم. فکر کردم ژانویه رو میگی. بذارین یه چیزی دیگه براتون بیارم. ژانویه، ژانویه مال مسیحیاست. برای اون عید بزرگیست، همونطور که نوروز هم برای ما روز بزرگیست. اما حیف که زیاد قدرشو نمیدونیم. شنده مسیحا شب عیدشون هر قد پول میخوان خرج جشنشون بکنن اول چاریکشو برا فقیه بیچارا میذارن کنار. اما پولدارای ما از ترس اینکه مبادا کمکی به کسی بکنن چهار روز مونده به عید میذارن به چاک جده و فرار میکنن میرن به گوشه دنیا. مسیحا روزای عید در خونشون چهارتاق به روی همه بازست. اما ارباب منو خیلی هم سرباب من برای اینکه دست و جیب مبارکشون نکنن روزای یکی تابلو در خونشون میزنن و می نویسن این خونه اجاره داده میشه، یا تو روز می نویسن
چون ایام عید نوروز در مسافرتم از پذیرای دوستانم معذورم. تازه ارباب من دو سه سال است برای نزدن عیدی چلک دیگه زده. چیکار کرده؟ برق و وصل کرده است به در خونش. من بیچارم اولین نفری بودم که صبح زود اومدم بلکه عیدی نیم پهلوی بگیرم. دستمو چی گذاشتم به در خونه و برق گرفتم. شمارم برق گرفت اما خدای بود نمردم. ارباب دید برق خطرناکه است، یه سگ بزرگ خرید و بس در خونه تیم. تا روز آخر 13 هیچ بدبخت جرأت نکرد دیدن ارباب. داره برق میاد. مسیحا با این که عیدشون تو زمستون است و شب و روز برف و بارون است حساب عیدشون رو برگزار میکنن. اطلاعات هفتگی در صورت که عید ما در بهترین فصل چهار فصل یعنی اول بهار است. بهاری که مثل این تابلو همه جا غرق در سبزی خرمی میشه و صدای مرغا و بلبلا از هر طرف گوش آدمو نوازش میده. شما میدونه عید نوروز کی درست کرده؟ نمیدونی؟ نمره تاریخ دون صفر است، جمشید جم. تو کتاب من نوشته است، بذارین براتون بخونم. عید نوروز از هزارها سال پیش روزی که جمشید جم پادشاه بزرگ ایران به آذربایجان رسید دستور داد تا تختی زیبا بر روی بلندی به سمت مشرق گذاشتند. اونگاه بر تخت نشست و تاجی مرصع بر سر نهاد و در تلیه صبحگاهان و طلوع آفتاب با تابش نور خورشید به تاج روشنی زیاد نمودار گردید و نیاکان ما آن روز را که اول بهار بود جشن گرفتن و با رقص و پایکوبی سال نو را آغاز نمودن. و از همون ایام بود که عید نوروز برای ایرانیان یک عید ملی و باستانی شناخته شد و همه ساله دیدن صدای توپ حلول سال نو اعلام می شود و میلیون ها ایرانی هر یک چون جان شیرین یک دیگر را در آغوش گرفته و تمام بدی ها و کدورت های گذشته را فراموش می کنند و در حالی که ایرانیان زمستان پر از برف را پشت سر می گذارند با شور و هیجان به استقبال بهار رفته و با شادی و سرور سال نو را در آغوش گل ها و نغمات بهاری آغاز می نمایند.
چرا ماتتون بردی؟ ببخشید، اینجا نبودم. پس کجا بودی؟ همین زیکا، بارگاه جمشید. منم همونجا بودم و عظمت عید نوروز با چشم خودم و عظمت عید نوروز با چشم خودم. مادرم شام خوردی؟ با دستموزم یه جا خوردم. شام اونجا هست، بلنش وردار بود. با این حالت قضا درست کردی؟ با خودم چه شونم چجوری درست کردی؟ این که پولش خیلی بیشه. از خونه اون روبرویه برامون آوردن. اون روبرویه؟ اونا چه مستگی؟ درسته، آخه امشب عیدشونه، شب ژانویه. مهمنان همکیشان عزیز، به منزل ما خوش آمدید. امیدوارم در سال نو بر تمام مشکلات زندگی فایق شویم و نشاط و شادی جایگزین غمها و ناراحتی های شما باشد. این چی داره حرف میزنه؟ این آقا بزرگ خانواده، پدر آلبرت. کارهای زیادی امسال در پیش داریم که باید با کمک شماها انجام شود. ساختن دو دبستان، یک کودکستان و تأمین مخارج بچه های فقیر و بی‌بازاعت
بهترین عیدی است که از طرف شما به آنها داده می شود. اولین مبلغ رو خودم می پردازم. 5,000 تومان. متشکرم. من با آقای دکتر وارتانیان کار داشتم. کو دکتر؟ کجا تشریف دارم؟ اینجا هم در خدمت شما هستم. چه فرمیشی داریم؟ میخواستم در حضور شما به دیدن یه مریض بریم. سیر شدی حسن؟ آره مهر جون، دارم میپکم. الهی شکر. میدونی فرق ارباب من با یه همسایه روبروی چی چیه؟ نه. اینا امشب عیدشونست، اما ارباب من هر شب عیدشست. اونم عیدی که مال خودش نیست. زنگ میزنن کیه؟ نمیدونم، لابد بازم خوراکی ها بودن. شب عیده. بفرمایید. سلام. سلام حسن، شام خوردی؟ بله، دست شما درد نکنه. دیگه نمیخوام بی خود زحمت کشید. اول خب زنت چطور؟ بد نیست. بفرمایید آقای دکتر. سلام. من از آقای دکتر خواهش کردم از زنت عیادت کنم و اگه لازم باشه فردا ببرنش بیمارستان بستریش کنم. ان شاء الله خوب میشه، هیچ ناراحت نباش. بفرمایید آقای دکتر. بفرمایید. اصلا دلم نمیخواد صبح بشه. بس دیگه، بس، بیا بریم یه جایی، کاباره یه جایی دیگه. یالا بیا بریم. یه کمی صبر کن، مثل اینکه آلبرتو هست میکنم میام. هست میک. بیا بریم، بیا بریم. تو به اونا چی کار داری؟ خودمون تنها بریم، دلم میخواد تو صبح بریم. دیگه چیزی به صبح نمونده. تازه سه بعد از نصف شب. بیا بریم، من از اینجا هیچ خوشم نمیاد. هنگامه جون، من تو رو دوست دارم، بهترم برسونم تو خونه. اگه پدر اعتیاد داداشه؟ نه، اونو هیچ وقت به فکر من نیست. نه پاپا، نه داداش. تنها مادرم بود که اگه 9 ساعت دیر به خونه می اومدم دل باخست می شد. اونم که پاپا ردش کرد. آه، ولش کن. بیا بریم، الان اونا توی یه کباری نشستن و برای خودشون خوشی خود. اما اگه الان مثل عجل معلق برسه اینجا چی کار میکنی؟ یه سال بیشتر نیست باش عروسی کردم، هنوز از این ارزا پیدا نکرده. قربونت برم. چیه داری زرد و لیگا میکنی؟ اربا، من حق ندارم حتی بزنم هم نگاه کنی. نه، تنها کسی حق داره بزنم نگاه کنه منم. تنها کسی حق داره. لا اله الا الله. چه باور کرد بهش گفتم یه مدتی شوهر تو باشه؟ تو فقط مواظب اطرافش بردش ریخته تو داره. چشم اربا، اما زیاد زنم رو دستمالی نکنی. پشو جم میشه. پشو باک برشاری به غیرتم کنی. نمیخواد برنامه که تو امشب بخوای نشونم بدی میارزه به همه اینا. الهی که قربون برنامه برم. باز داری نگاه میکنی؟ رشید، سیروس کجا؟ چنجاره به پا، ایشونم این طرف مشغوله. با کمال میل. شما ها بشینید تا من بیام. ناراحت نشو رضا جان، الان میرم میارم. با
خانم خوشگل، ممکنه شما رو به رقص دعوت کنم؟ ببخشید، معذرت میخوام، پام درد میکنه. یه دختر با تربیت هیچ وقت خواهش پسری مثل منو رد نمیکنه. بفرمایید. یه پسر با ادب و با تربیتی مثل شما هیچ وقت با زور دختری رو وادار به رقص نمیکنه. آو ببخشید. مثل اینکه من شما رو یه جای دیدم. خونه خودت. درسته. شما دوست خواهر منی. خیلی خوب، خواهر من مال تو، این دختر خوشگلم مال من. بیا بریم. خواهرت هم مثل خودت وقیه. ببین چند نفر دورشو گرفتن. تو به من چه؟ من باید با این دختر برم. گم شو، برو از اینجا. من میسلیم. نه ببین مثل که پسرتو دارم میشنم. بذر بزنم. خدای خودن کار هر شبش برگونه کنم. شمایی؟ زیادی خورده، بندازش تو برفا، مطلش نکن. بندازش اونجا، بذار حالش جا بیاد. یلا ببرش، بفرمید خواهش کنم، میده تو مازه. بفرمید. من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. باید برم خونه. خدا فرست. خانم ایرگاه، باشیم بریم. گفتن نمیام، گم شو. بچه چرا ساکت نشستی؟ چرا مزاهمش میشه گم شو؟ جوشه! یالا دو باشید، اینم بندازیمش تو برفا، حالش خوب میشه. یالا بلندش کنیم، بندازیمش تو برفا. بفرمایید، هیچ چیز، خواهش کنم بفرمایید، چه تو دونه کنیم. خانم ها و آقایان، از طرف مدیریت کابره افتخار دارم که سال نو را به همه مسیحیان تبریک عرض نمایم و بنابر تقاضای عده زیادی از مشتریان عزیز و گرامی کابره مجدداً یک دقیقه چراغ ها خاموش میشه. همه چراغ ها خاموش. من اشتباه گرفتم. آخه زن من فقط دست اون آقا میشسته. اون زنت هم اینطور میکن؟ بس خاک بر اون خیلی غیرتت کن. واقعا که خاک بر سر بی غیرتم کن. حسن، نمیدونم این وقت چی به سراغ ما اومده است. نکنه بازم خوراکی برام آوردن. سلام خانم. سلام آقا، اینجا آقا؟ آقا این وقت شب اینجا چی کار میکنه؟ آقا مخصوصا این وقت شبا اینجا کار. راستشو بگو این سه نفر کجا؟ شما اول آقا رو میخواستی، حالا یهو سه تا شده. آره آقا مباشر بی غیرت، زن مباشر بی غیرت. والا هیچ کدومی بی غیرت ها اینجا نیستن. جون شما، جون خودت، به خیالت نمیدونم این خونه شمرون قد برای عیاشی شب و نصف شب خودش خریده. بیا دنبال من. یالا چراغ رو روشن کن. بزن. ملاحظه فهمید خانم، آقا تشریف ندارن. در سالن رو باز کن. چار نکردم آقا تشریف ندارم. میخوان زیری مبلارم تماشا کنی؟ خفشو بیا دنبال من. عرض نکردم تشریف ندارم. اون دیگه اونجا حتی رفتم دیگه کاباره موردشون دهنی فضول هم ببره. در اتاق خوابو باز کن. شاش عرض نکردم تشریف نداره. ملازم فرما تخت خواب هنوز دست نخورده، همینجور مونده. اون زیرم که نیستن که
من میدونم حتما رفتم توی کاباره جایی. اصلا از شبی که پاسبان اربابا گرفتشون دیگه اینجا نمیان. ای وای باز نتونستم جلو زبونم بگیرم. پاسبان گرفتش برای چی؟ یه شب با ماشین اومدن اینجا، یه خانم پهلوشون نشسته بود. هرچی گفتم به آقا تشریف بیارین تو، گفتن نه عجله دارم. همونجا تو ماشین با اون خانم، بعدش هم پاسبان اومد گرفتش. من میتونی بگی چه شبی بود؟ هنو باشم عروس نکرده بودن، زن چهارمشون رو داشتم. این که به من گفته بود من چهارمی زنشم. نه خیش، ما پنجمه هستم. مردشون زبون فضولم ببره. مگه حقه بود، من باید پیداش کنم و حسابشو برسم. خانم دیگه چیزی به صبح نمونده، تشریف ببری منزل، آقا کارشون که تموم شد صبح میام. نمیتونم برم خونه امشب، تا صبح تمام کاباره ها رو میگردم تا پیداش کنم. من باید امشب پیداش کنم و تلافی در کنم. باید امشب تلافی کنم. حسن بله خانم بله، دلم میخواد امشب هر طور شده تلافی بکنم. خیلی خوب بکنیم. بله خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. پس زود باش لخشو ببینم. چشم. لخ بشم؟ آره گفتم لباسات رو درم. چه 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 یالا احمق به چی فکر میکنی؟ اینا لباسای خودش و پسراشه، هر کدوم اندازه تو بپوش و دنبال من بیا. این لباسای کثیف هم از تنت در بیار. آخه خیالم راحت شد. بیا بگیر. بپوش بپوش و مثل یه آقا دنبال من بیا. باید همه جا رو بگردیم تا پیداش کنم، اون وقت میفهمم چه بلایی سرش بیارم. خانم منو معافم کنیم، من به قدر کافی سر شب تالا کتک خوردم. میترسم آقا یه فکرهای بدی درباره من و شما بکنه. آقا غلط میکنه، من خانم خونه هستم و به تو امر میکنم. اگه نری میرم تو خیابون با اولین مردی که برخورد کردم با خودم میبرمش، اون وقت ببینم غیرتت قبول میکنه یا نه. نه قبول نمیکنه، به خاطر همون غیرتم بود که سر شب سالا این همه کتک روش جون کردم. دم صبحی هم خدا به خیر بگذرونه. چشم میپوشه. بی زحمت لودون هم وقت کنید. خجالت نزد، من الان خودم به همه اعلام میکنم. آلبرت 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 خیلی زیاده. گوش کنید گوش کنید گوش کنید دیگه چی بگم. وظیفه دارم این عید بزرگ رو به همه شما تبریک بگم و با کمال افتخار نامزدی خواهرم حسمیت رو با دوست عزیزم رضا پیروز به همه اعلام کنم. خانم ها آقایان، آرزو دارم این عید بزرگ به همه مسیحیان دنیا مبارک باشد و به این مناسبت بنده خواهش میکنم یکی از آقایان مسیحی تشریف بیارن جلوی میکروفون و درباره عظمت این عید بزرگ چند کلمه ای صحبت بفرمایند. خواهش کردم یکی از آقایون مسیحی تشریف بیارن پشت میکروفون. به قدرتی خدا شب ژانویه یه مسیح اینجا پیدا میشه. پس خواهش میکنم یکی از خانم های مسیحی تشریف بیارن پشت میکروفون. خواهش میکنم. روزا تو پاشو برو حرف بزن، اسمت که فرنگیه. آخه میدونی اسم اصلی من روزا نیست. پس چیه؟ بطوله. بطول؟ تو پاشو برو بالا صحبت کن. آخه اسم اصلی منم ظریف نیست، اسم اصلی من قربونیه. شما بفرمایید چند کلمه صحبت کنم. بفرمایید خواهش. ای بابا من 50 سال مسلمونم، شما بفرمایید. من دارم صحبت کنم. قشنگ می رفتنه آلی وای خودی که
ببینم اربابت کجا تشریف دارن. والا نمیدونم. نمیدونی؟ بگو والا پدر در میارم. بیا تو کابره رو بیشتر گشتم. یا الله بگو دو نفرشون کجا هستن. کدوم دو نفر؟ اربابت با زن خودت بعد که پدرت کنم. خانم تو رو خدا منو ببخشید، من تقصیری ندارم. کجا نشستن؟ ای با خانم از من نپرسیم. آیه بگو کجا به چانسه بگو دیگه. اونجا اون سه گوش نشستن. نگو چه گفتی این زن تو ها؟ بل چه فرمودید ایشون عیال شما ها؟ تو خاشم سرت بکنه. خاشم سر بی غیرت از بکنم مرد چه پدر یه پدری از دست درارم که خودت حد بکنی. یه بابای دست درارم که دیگه تو خونه عباب جای من مباشر نشی. فهمیدی؟ خانم فرمایش دارن؟ یه میز دو نفره اون وسط برای ما بگیر. میز خالی نداریم متاسفم. حالا ممکنه یه میز وسط نفره هم کنیم؟ بله خانم میز خالی زیاد داریم همین الان. وای تا کجا فرار بکنیم؟ وای تا فرار کرد. در رفت خانم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید بنشین. متشکرم. خواهش میکنم. چی چی بیل میفرمایید؟ ویسکی. دیگه فرمایشی نداریم؟ نه خب بفرمایید. خانم حالا که اجازه بفرمایید بنده مرخص بشم. بشین سر جا. چشم. خوب نگاه کن ببین شوهر لش من با اون خانم چی کار میکنه. بله میبینم. حالا تو هم باید هر غلطی شوهرم با اون روزا خانم میکنه با من بکنی. من غلط بکنم؟ اینم لباسا گفتم. خیلی خوب، مرد اینجا زیاده، از هر کدومشون خواهش کنم فورا قبول میکنم. اما نه. آیا غیرت تو قبول میکنه؟ نه خیلی خانم این کارو نکنی، خودم خدمتشون هستم. خب پس چشم کورت مگه نمیبینه چجوری دستشو تو دستش گرفته؟ تموم زندگی مال توست. یالا تو هم دست منو بگیر تو دستت. چش خانم خدای خودتون به من رحم کنید. مگه نمیبینی چه جوری داره دستشو فشار میده؟ یالا تو هم دست منو فشار بده. فشار بدم؟ من به گور پدرم میخندم به شام میدم. این لباس دادو من علی صحبه دنیستم. خیلی خوب بدانه تون آقا خواهش میکنم دستمو فشار بده. حضرت آقا. بله خانم. چیزی نیست آقا، چیزی نیست. خودم فشار میدم. خودم فشار میدم. محکمتر. چشم خانم. خدایا الهی با امید. یالا دست منو بده. چش خانم میبوسم. این چه کار همیشگی منه؟ برو بالاتر. بالاتر. برو بالاتر. من دیگه بالا نمیرم. گفتم برو بالاتر. خانم تا همینجا بسه. من نامحرمم، والد خوب نیستا. گفتم برو بالاتر. بلا از این آقا خواهش میکنم. من بالا نمیرم. حضرت آقا. بله خانم. چیزی نیست آقا، چیزی نیست. خودم میرم بالا. خدا میره بالا. بفرمایید. چی شد آقا؟ دارم میره بالا. خوش بینجی برای دلم. دیالا دیالا دستتو بنداز گردنم. دستم بندازم گردنتون؟ یکی رو دیگه غلط میکنم مگه جونم سیر شدم؟ باری کلا چه حرفا؟ خیلی مردشوی کن چه برای مردشوی برای چه پر میشتشتی؟ من میخواستم ازتون خواهش کنم که بفرم نمیم هیچی آقا هیچی خودم میندازم خودم میندازم. دیالا زود باش. والا خانم خوب نیست اگه ارباب میبینه تیکه بزرگم گوشم اصلا. هیچ غلطی نمیتونه بکنه. مگه نمیبینی چی کار میکنه؟ منو ببوس. چش خانم. چی؟ گفتم لب منو ببوس. لب؟ بس چه لب؟ من به گوری هفت جبدم میخندم به کم کم چه قلطا لبشون رو ببوسم. یه خیال برید من از دیرچنون خالی که بندید بازم بکنیم آدم پیشنه رو میزنم. خیلی احمق. حضرت آقا ببخشین ممکنه از شما یه خواهشی بکنم؟ تقاضا میکنم خانم. ممکنه تشریف بیاریم سر میز ما؟ نه خانم من خودم پشه آوردم. شما پشه برون ور.
مگه مریضی تا من جان بلند شه میخوای زن مردم را به در بکنی؟ خانوم من در صدا کردم. درسته من صداتون کردم. خب ولی خودشون اومدن. از شما خیلی معذرت میخوام. اصلا به شما چه مربوطه؟ اختلاف خانوادگی ما خودمون حلش میکنیم. بسیار خوب حل کنید. من که حرفی ندارم. برو گوش بده. لا لا یا لب منو ببوس. لب؟ جای دیگه نیست ببوسم. نه فقط لبم. لب خطرناکه. اگه ارباب گونه منو میکشم بزن ببوسم. فقط لبم و یالا معطلش نکن. خدای منو بیامرز. بچه گول میزنی؟ این طرز بوسیدنه. شوهر احمق منو ببین چه جوری داره اون زنه رو دندونشو میکشه. خانوم من که دندون کش نیستم. یالا محکم منو ببوس. محکم ببوسم؟ من به گور هفت پشتم محکم میخندم. دیگه شرم و حیا رو از بین بردی. اصلا همون عینکی رو صداش بزن ببوسه شما رو. اصلا بزن خودم صداش رو بزنم. حضرت آقا بله چه بده همون جنه خواهش میکنم این خانوم محکم زم تو صورتت مرد که پدر سوخته. اگه دیگه این برای نگاه کنی هم مگه خودت ناموس نداری یه غزل من نگاه میکنی؟ برو اون ور عجیبه جمونم این زن شوهر جفتشون دیوانه. یالا معطلش نکن. چشم خانم خدای منو ببخش. میدونی که من تقصیر ندارم. بس دیگه بگو میوه بیارم. میخوریم بعدش هم بریم کپل لازم. گارسون گار خجالت بکش. اونم با نوکر گردن کنم که من چه در سوخته پازنه من جنازش از اینجا میدم. خوبم بیدنم خجالت بکشی گردن کنم. چرا دست از سر شوهر من برمیداری؟ شوهر سرکار دست از سر من برمیداری؟ باید جلو شوهرتو بگیر بیگاه منو میزنی چشمه که در نرسه خدا. آخه خوب نبود زهره جون. تو با نوکر خونه من تو خیلی تلافی کنی زهره جون. اون نوکر شرف و الهوس. من دیگه نمیتونم یک ساعت تو خونه تو بند بشم. این حالا باید منو طلاق بدی. زهره جون زهره جون غلط کردم. منو ببخش. اگه دیدینی تکرار شد هر کاری که دلت خواست بکن. اگه بخوام ببخشمه به خاطر کتکی که به اون نوکر بیچاره زدی نمیبخشم. ازش عذرخواهی میکنم. حقوقشم اضافه میکنم. به دردی که همون مباشره پستت میخوره که به پای کثافت کاریات باشه.
همین الان بیرونش میکنم، حسنو به جای اون مباشر میکنم. خواهش میکنم کاری نکن، ظهر جون آبروم جلوی مردم بره. غلط کردم، همونی که تو میخوای خوردم. این دفعه منو ببخش. خیلی تا حسنو نیاری تو خونه ازش عذرخواهی نکنی و بجای اون مباشر کثیفت همه کاری خونت نشه. دست شما درد نکنه همشیره. میخوای کمکت کنم؟ راضی زحمت شما نیستم. شما چرا؟ من و تو هر دو مثل همین حس کمک داریم. تو برای اینکه به دختر بیچاره کمک کنی اونقدر کتک میخوری تا بالاخره از چنگال یه پسر دیوسیرت نجاتش میدی، بعدش هم لباس شیک میپوشی و میایی کتک بیشتری میخوری تا زن و شوهری رو به هم برسونی. درسته؟ تمام. شما هم کمک میکنید تا زن و شوهری رو از هم جداشون کنید. درسته؟ تا حدودی بله، اما نه همه شوهرها رو، فقط شوهرای لش و لاعبالی مثل ارباب ناجنس تو رو. یه روزی منم زن خوشبختی بودم، اما شوهرم نخواست این خوشبختی ادامه پیدا کنه، منو ول کرد و رفت دنبال یکی دیگه. اما منم بیکار نشستم، تصمیم گرفتم هرچی از این شوهرای پس جلو رام سبز میشه حسابی دخلشونو بیارم و به روز سیاهشون بشونم. خانم، خانم اجازه میدید که برسونم جو؟ آه، البته. خودشی از همه شوهرم. بای بای. سلام عرض میکنم. بفرمید بالا. آی تاکسی، تاکسی، تو رو خدا مشتری آخر شب جمع بیاره نگاه کنی. صندلی کافرم با خودش آورده بیرون، تاکسی هم میخواد. بابا برما بالا بابا، خدا آخر رقابت ما رو بخیر کنه. کجا تشریف میبره انشالله؟ من میرم شمرون، هر وقت رسیدی من از خواب بیدارم بکن. شب بخیر. بفرما، هرچی مست و خراب امشب به پاس ما میخوره. تو امشب یه آواز شوهر نشون بده. راست میگه. گمونم ما زن و شوهر آباد باشیم در اینکه یکی یه گلاس بیشتر مشروب نخوردیم. اما این آقا انقدر خورده که گمونم خیال داره تا فردا گروب همینجا کپسل. حالا بله، یک کمی زیاده روی کردم. یک کمی نه با خیلی. درسته، تو کتک خوردن زیاده روی کردم. خب دیگه مشروب رو با مزهش میخورم. در شب تا حالا صد تا مست این بر اون بر رسونده، اما هیچ کدومشون به این آراغی نبودن. مشروب رو باید مثل ما خورد، فقط یه گلاس. اگه شما یه گلاس خوردی، من تا حالا به عمرم لب به مشروب نزدم. بابا دست خود، ما تا دیدیم عرقورا یه باد که میخورم میگم ما یه گلاس بیشتر نخوردیم، اما دیگه نشنیده بودیم یه سیامت بگه من تا حالا لب به مشروب نزدم. لابا کتکارم شما نخوردیم، ما خوردیم. اتفاقا سرشب تا حالا جادو خالی سه پورتشو خوردم. به خاطر کی این همه کتش خوردیم؟ معلومه دیگه، به خاطر معشوقه یه بی وفا آقا را قل گذاشته رفته با یکی دیگه. آقا خواسته نداره کتک و حسابی نوش جون کرده. درسته جونه من؟ درسته؟ نه، به خاطر چیزی که امروز کم پیدا میشه کتک خوردم. غیرت رو میگم، به خاطر یه دختر بیچاره پدر و مادر هیچی ندارش رفته بودن جامعه دنبال کیف و خوشی شد. دختره تک و تنها ولش کردن تو خونه. بر پدر و مادر اینجور پدر و مادرهای بی پدر و مادر لعنه. ببخشید آقا، به همه پدر و مادرها فوش ندیم، واسه اینکه ما امشب دخترمونو تنها گذاشتیم تو خونه و رفتیم جامعه. آخه صلاح نبود اونو با خودمون ببریمش. نه آقا، منظورم شما نیست، با پدر و مادر نفهم اون دختر خانوم هستم. اون اسمش مینو بود. چی؟ مینو؟ اسم اون دختری که میگین مینو بود؟ آره، خودش میگفت اسمم مینو است. خواش بر سر پدر و مادر احمقش بخونن.
اگه شرف داشتن، آبرو داشتن، حیثیت داشتن، هیچ وقت دخترشون رو تک و تنها ول نمی‌کردن تو خونه و خودشون برن دنبال پدرسوختگیشون. آقا بخت دیگه، اینقدر به پدر مادر مینو فوش ندی. آخه اتفاقا اسم دختر ما مینوه. بله. ببخشید نمی‌دونستم. هزار تا مینو توی شهر هست. این مینوی که من میگم اصلا معلوم است این پدر و مادره جون شما، برای که دختر رو سر شب گولش زدن بردنش توی خونه، مستش کردن، بعدم بردنش تو اتاق خواب، منم رفتم نجاتش بدم، به این روز افتادم. بالاخره تونستی لغوره از چنگ اونه درمی. ای حاقه. آره بابا، مثل سک کتکارا خوردم و نذاشتم دختره پر پر بشه. لبا خودتون پر پرش کردید. نجد خودش کرد. رد چه بگو بعدش که دختره رو نجدش دادی کچه بردید. درم رو دیدی اصلا این مردم جنگ دادن. من که من ردشو بگو برای من که معلوم شد. درم رو ببینی داره میخنده. خوب فهمیدم مرگ من. آره با معلوم خیلی فهمیده هستی. چشم پدر و مادر پدر سوخته مینو کور بشه که دیگه دخترشون تک و تنها ول نکنن و برن دنبال خوش گذرونیشون. اینجور پدر مادره رو باید دارشون زه بدون محاکمه، باید اعدامشون کرد. خاک به سر این مادرها، این پدرها. آقای راننده از کوچه ما رد نشید. رد میگی؟ بزرنم اینجا کجا؟ این خیابونه نفتاده. این هم کوچه نشهت سر کوچه نگه دارید. خیلی بچه هش بفرمان بفرمایید. هنجا دادر میشه دادرش هم اینکه پنج تومن بدید. کوچه نشان یه خود از اون سر آغازی. من نمیدونم این برف لعنتی تا کی میخواد بیاد. دنبال چی میگردید هاشم؟ شما هم همینجا بیاده میشی؟ نه، مثل که خونه مینو هم تو همین کوچه است. درست همینجا. آره خودش گفتی خونه مینو تو همین کوچه است؟ بله. ناراحت نباشین، کوچه بزرگه، دفت تا مینو تو این کوچه هست. والا شما بی خود فکر میکنی اون مینو که من میگم دختر شما نیست. یه دفعه گفتم اصلا بی پدر و مادره، کسی ها نداره. برای که یه ساعت که من تو خونش بودم هیچ کس اونجا ندیدم. خداحافظ شما. کجا؟ تا خونه مینو رو به من نشون ندیم نمیذارم از اینجا تکون بخوری. حالا بیا و درستش بکن. این بابا طبق خونه مینو پیدا کنه و معلوم بشه پدر مادر داره یا نه. از کاسبی باز شدیم. دم صبحی برم برسم به سه چهار تا مسته دیگه. نمیذارم بری. گفتم بگو خونه مینو کدومه و الا پدرتو در میارم. ببین چه خونه ششون بده. آخه از کجا معلومه این مینوی که من میگم دخترش ما باشه؟ برای همینه که میخوام خیالم راحت باشه. این مینوی که تو میگی خونش کدومه؟ شما اول بگو خونه کدومه؟ سمت راست کوچه. حالا تو بگو. خب الحمدلله نگفتم صد تا مینو توی کوچه. اونی که من میگم خونه سمت چپ کوچه. در چندون شما چه گفتید خونه دو سمت راست کوچه است؟ دیگه چه ناراحت شدی؟ من دروغ گفتم که حقیقت رو بفهمم. بیا جلو. ای وای عجب غلطی کردم. زود باش بگو خونه اون دختره در چندومه. مال شما در چندومه؟ تو اول بگو. شما اول بگو. تو باید اول بشی. شما باید اول بگو. بگو در چندوم و اینو میکشمت. چشم میگم در الهی به امید در اول. خدا دختر خدا.
راستشون رو سر دخترم چی آوردی؟ والا من تقصیر ندارم. تو تقصیر نداری؟ تمام تقصیرات گردن تو. تو دخترم رو بیچاره کردی. خود دلم اینو گفتی. یالا حرف بزن به سر دخترم چی آوردی؟ یالا بگو. تو حرف بزن به سر دخترم چی آوردی؟ عجی بجی خفات میکنم. یالا بگو. بی شرم حرف بزن و الا خفات میکنم. اقلا گلو بدل کن تا بتونم حرف بزنم. تو همه چی بلد بدی کنم؟ بگو حرف بزن. چرا آمر و شرف من رو لکه دار کردی؟ پدر حرف بزن. پدر بلش کن. چرا میزنیش پدر؟ خونه که نزدیک صبح و هوا داره روشن میشه غیرتی شدی؟ خونه که دخترت صحیح و سالم به خونه برگشته رگ پدریت به جوش اومده؟ پدر تو بدترین پدر هستی. به خاطر کتک هایی که به این بیچاره زدی هیچ وقت نمیبخشم. هیچ وقت بده. به عوض این که این مرد من از چنگال یه مش گرگ نجات دادی، داری حق و زحمشو میدی. برای اینکه ناز و شرافت دخترت لکه دار بشه داری بهش پاداش میدی. مهم نیست اینو خانم، من امشب به خاطر شما چند بار پاداش گرفتم، اما این دم صوبیه از همه چرخته بود. فقط خوشحالم کتکاره که سر شبتالانش جون کردم اقلا باعث شد آبروی خانوادگی شما حفظ بشه. دخترم راست میگه؟ هیچ صدمه ای به تو نرسیده؟ نه نه باور کن، دخترم همه چیزو برام تعریف کرده. سالم سالم. فقط منم که جای سالم برام باقی نمونده. خدا رو شکر. همش تقصیر ما. مطمئن باش دیگه هیچ وقت تو رو تنها نمیذاریم. تو که میدونی ما اهل اینجور مجلس ها نبودیم. مادرت روی اصل چشم و همچشمی اصرار کرد. قول میدم این اولین و آخرین دفعه باشه. فقط دلم میخواد من و مادرت رو ببخشی. پدر این خواهش رو باید از اون مرد بکنی، اونی که باید شما رو ببخشی. پدر اون رفتی، تو نباید این کتک ها رو بهش میزدی، تو دلشو شکست. باید اونو پیدا کنی، باید پیداش کنی، ازش مذرت بخواه. گریه نکن دخترم، قول میدم پیداش کنم. داره هوا روشن میشه با این شب پرماجرا به پایان میرسه. صبح میرم هر کجا هست پیداش میکنم و برای تسلی دل تو جلو پاش به زانو میفتم. بابای دختره باید چی کار کرد؟ جاد خالی خیلی از این پذیره ای کرد. فرکشم نکن، فهمه نه، همه چی میگذره جز خوبی که واسه آدم همیشه میونه. همون وقتی که بابای دختر یقته گرفت از ترس این که دستمان تو دعوای شما بند نشد دادم به چاک جهده، اما یه خوده که رفتم انگاه به دلم برات شد تو تقصیری نری. مثل این که یه کسی به هم گفت برگردم سواره کنم تا شمرونم مهمون خودم باشی. با اجازه یه چند تا بنازیم بزنم. آهای نبی عبیدار چند تا بزن تا پرشه. یه شیشم روغن. مباشر بدبخت شمایی؟ بفر بخشم من گمشا برو بیرون دیگه هم نداری با تو بذاره توی خونه. به دستور خانم از فردا، یعنی از همه حالا دیگه مباشر و همه کاره به نفر سانیه. برو بابا دیگه خاک بر طولت دارم. بگیم بردی
بریم عزیزم، تا هنوز هوا گرگو میشه تلافی تمام بدیایی که به تو کردن دارم. بریم سالار من. خدا